بعد نمیدونم چرا اینو پخش نکردم محمد جون، باید بگی دیگه. حالا گفتنش اینست که اون موقع کمونیست هم رادیو رو گرفته بودن. بعد واقعا اینی که دارم میگم گلها رو دادن دست آقای ابتهاج. بله. آقای حبیب بدی هم خیلی ناراحت شد از این موضوع و که چون توقع داشتون کار کرده بود اونجا، توقع داشتیم دستمون بدن. بله. این آقا اومد هر چیز کمونیست بود اینا دور خدا رو در خود جمع کرد. درست. بعد کار از دست بقیه گره، یعنی بچه ها منو یه نرفت اونجا بزنه، یعنی حبیب بدی میرفت هم میرفت خیلی کم، گلپایگانی نرفت به خونه جلیل، جلیل شهناز نرفت بزنه، فرهنگ شریف نرفت بزنه. از یکی نگاه منفی نسبت به اینا داشت. اونجا رفتیم زدیمش. بله بله. آهنگ ضبط اکبر گلپایگانی هم آوازش رو خوند و درسته یه برنامه گلها درست کردیم. بله. و به خاطر اینکه ماها توهین بکنن و نمیدونم کارمون دست کم بگیرن، من دیدم این آقا برشته 2000 تومن فقط نوشته با اون کار با اون قشنگی برای تمام این کارهایی که ما کردیم. من راستش به این برخور درسته، خب اونا از خدا میخواستن که به ماها بر بخوره که نکنم بخصوصا که نیان دیگه یعنیش این بود به همین سازگی. ولی ببینید هیچ که نمیدون اینا رو من میدم. ببینید خانم آیلا، بعضی از اینا رو که همین آقای ابتهاج عزیز ما که احترامش واجبه، ولی میخوام واقعیت بگم چرا هنرمندهای ما دلگیر شدن. بعد اون شعر صداش بنده دارم مستنده، گفت دوران گلها دیگه سپری شده بود. حالا شما نگاه بکنید، ما آمدیم گلهای رنگارنگ، گلهای جاویدان، برگ سرانسه دائم. وقت اینام شعرهای آنچنانی که شما اشاره کردید، شعرهایی که تحت تاثیر ببخشید اونوریا قرار بودن، خیال میکردن که دایی جان استالینشون دوتیه برای اینا باید دنبال اون برن و دیدید ما ملیت ما چه ضربه ای دید. درست میگه آقای حیدری، من یادمه آقای یاقی کمکار شد، حبیب الله